با یاد نام خدا این جلسه آموزشی رو آغاز می‌کنم. قرار در این جلسه آموزشی الگوریتم ژنتیک چند هدفه رو در مطلب با هم دیگه مرور کنیم. الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامعلوم یا راندوم سورتینگ ژنتیک حل. خب ما قبل از اینکه وارد مباحث الگوریتم ژنتیک چند هدفه بشیم، بهتره که ژنتیک تک هدفه رو یک مرور کنیم. مراحل ژنتیک تک هدفه به این شکل: تولید جمعیت اولیه به صورت کامل تصادفی، شروع حلقه اصلی. در حلقه اصلی ما چیا داشتیم؟ تولید فرزندان به روش تقاطع، تولید فرزندان به روش جهش، تجمیع نسل قبل و نسل جدیدی که فرزندان به دست آمده، انتخاب بهترین ها. اصل کار همینجاست، نکته مهم همینجاست، انتخاب بهترین ها. برگشت و در گام هفت برگشتن به ابتدای حلقه اصلی تا برقراری شرط تفاوت. خب ما تو گام 6 چه مبحثی داشتیم؟ انتخاب بهترین ها. اون جوابی که حالا اگه مثلا اون مینیمم سازی بود، اون جوابی که جوابایی که مقدار تا به حد نشان سم کمتر بودن انتخاب شد. خب بحث انتخاب بهتر بودن از انتخاب بهترین هاست. ما باید تشخیص بدیم کدوم بهتر. ما دو تا سولوشن داریم، سول 1 سول 2. یک تا به هدف داریم، مینیمم سازی هم هست 10%. کدوم جواب بهتره؟ مسلما سولوشن 1 بهتر هستش. حالا اگر دو هدفش کنیم چطور میشه؟ C1 C2. توی تاب هدف اول سولوشن 1 بهتره، توی تاب هدف دوم سولوشن 2. اینجاست که مشکل ساز میشه تو مواد، توی مسائل چند هدفه وقتی میخوایم بهترین ها انتخاب کنیم این مشکل پیش میاد. حالا بین این دو تا سولوشن کدوم بهتره؟ ما کدومش انتخاب بکنیم؟ ببینید الان تو تابع هدف اول سول 1 بهتره، تو تابع هدف دوم سول 2. اگه 100 تا تابع هدف داشته باشه که تو 99 تاش سول 1 بهتر باشه و تو آخرین یعنی 100 یعنی فقط یک سول 2 بهتر باشه، نمیتونیم بگوییم که سول 1 از سول 2 بهتر از یادتون باشه. اگر در 100 تا 99 تاش سول 1 بهتر باشه، یه دونه سول 2، بازم نمیتونیم بگیم سول 1 از سول 2 بهتره. حتی برعکسش هم نمیتونیم که سول 2 از سول 1 بهتره. حالا این چطور؟ این باشه 10%، جفتشون باشه 50. در این صورت ما میگوییم که سول 1 بر سول 2 بهتر هست. یا یک بحثی داریم به اسم دامینیت کردن، غلبه کردن. ما میگوییم که سول 1 بر سول 2 غلبه میکنه. چرا؟ چون در هیچ تابع هدفی بدتر از سول 2 نیستش. پس ما میگوییم سول 1 سول 2 رو با این البته تابعهای هدف غلبه میکنه. خب مفهوم غلبه کردن گفته میشود بردار x1 بر x2 اکیداً غلبه میکنه، در صورتی که در تمامی تابعهای هدف x1 بهتر از x2 باشه. ضعیف غلبه، ما میگوییم که x1 بر x2 ضعیف غلبه میکنه اگر در تمامی تابعهای هدف بدتر نبوده باشد و حداقل در یکی از تابعهای هدف بهتر از x2 باشه. ما توی مباحث الگوریتم‌های بین‌سازی چند هدفه بحث غلبه کردن شامل ضعیف غلبه و اکیداً غلبه میشه. یعنی ما ضعیف غلبه رو هم به عنوان در واقع غلبه کردن محسوب می‌کنیم. اکیداً غلبه هم که اصلا کلاً بهترین حالت غلبه کردن دیگه، یعنی در تمامی تابعهای هدف با بهتر میشه. پس ما میگوییم سول 1 x1 بر سول 2 غلبه می کند، در صورتی که سول 1 در تمامی تابه های هدف بدتر نباشد و حداقل در یک مورد بهتر باشد. خب این بی اثره، در صورتی که تو بعض از تابه های هدف به این شکل نشون میدن یه بی اثر بودن و به این شکل نشون تو بعض از تابه های هدف x1 بهتر از x2 باشه و تو بعض از تابه هدف x2 بهتر از x1 باشه. حالا اگه در واقع ست سولوشن رو به این شکل فرض کنید، x1 اکیداً برای x3 غلبه داره چون در هر ست تا به هدف بهتر هستش. x1 ضعیف غلبه داره، یا همون موقع بازم این رو هم به عنوان اکید غلبه قبول بودش میکنیم. در واقع تو مبحث الگوریتم بین‌سازی چند هدفه این رو هم به عنوان دامینیت قبول میکنیم. x1 برای x2 غلبه میکنه چون در این دو تا به هدف که مساویه و در این تا به هدف بهترین هیچ تابعی نیستش که x1 بدتر از x2 باشه. x2 و x3 نسبت به هم خونسان یا بی‌اثرن. چرا؟ چون میبینید که
در این دو تابع هدف x2 بهتره و در این تابع x3 بهتره. خب ما اینو توی بحث کدینگ به چه شکلی بنویسیمش؟ دامینیت کردن. ما میگوییم که سلوشن A بر سلوشن B غلبه میکند اگر در تمامی موارد A بدتر از B نباشد و حداقل در یک مورد A بهتر از B باشد. یعنی سلوشن A و سلوشن B